شازند. حبس و شلاق برای 11 تن از بازداشت شدگان قیام دیماه 96. واشنگتن تایمز: صادرات نفت ایران را باید متوقف کرد. لغو 200 پرواز فرودگاه مونیخ در پی مشکل امنیتی. با سلام، در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. بیدادگاه رژیم در عراق برای 11 تن از بازداشت شدگان قیام دیماه 96 در شازند حکم حبس و شلاق صادر کرد. بر اساس این حکم، یکی از قیام آفرینان به 3 سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق، 3 تن دیگر هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق، 7 تن نیز هر یک به 1 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهامان‌ها اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده است. ساعت 22:30 دقیقه شب گذشته زمین لرزه‌ای به قدرت 4.1 درجه در مقیاس ریشتر کوهدشت در استان لرستان را لرزاند. این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست تعدادی مصدوم بر جای گذاشت. واشنگتن تایمز مقاله‌ای نوشت: صادرات نفت ایران باید متوقف شود تا زمانی که رژیم تغییر کند یا تا زمانی که این رژیم مایل به امضای یک معاهده هسته‌ای قابل تایید باشد. فعالیت‌های تروریستی و تهدیدات علیه آمریکا و متحدان ما را متوقف کند. دونالد ترامپ رژیم ایران را درک کرده است. او صلح می‌خواهد و درک می‌کند که مماشات و نشان دادن ضعف راه به دست آوردن صلح نیست. عبدالله معلمی، سفیر عربستان در سازمان ملل، طی نامه‌های جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت: عربستان سعودی حملات تروریستی شبه نظامیان حوثی علیه آبراهای بین‌المللی با حمایت رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کند. وی افزود: به دلیل بی‌عملی شورای امنیت، رژیم ایران توانسته است شبه نظامیان حوثی را مسلح کند. آخوند محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه رژیم، به همکاری سلطان سکه با بانک مرکزی رژیم اعتراف کرد و گفت: فرد مشهور به سلطان سکه از بانک مرکزی دستور می گرفته و چند سال پیش به درخواست این نهاد آزاد شده بود. در سالهای 1391-92 حراست بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می کرده و به دستور ما این کارها را انجام می داده است. رانندگان اتوبوس‌های داخل شهری کرمانشاه برای بیان مطالبات، درخواست‌ها و مشکلات خود اعتصاب کردند. خبرگزاری رویتر گزارش داد فرودگاه مونیخ روز شنبه اعلام کرد یک نقض امنیتی موجب بسته شدن ترمینال 2 شد و بر اثر آن 200 پرواز لغو گردید. اپراتور فرودگاه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: ترمینال بین ساعت 6:47 دقیقه تا 11:44 دقیقه به وقت اروپا بسته شد. پروازها در ساعت 14 مجدداً از سر گرفته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از تردد یک زن بدون بازرسی امنیتی و در شرایطی که گذرنامه وی مورد بررسی قرار نگرفته بود، ماموران بخش‌هایی از فرودگاه را تعطیل کردند. این بود در یک نگاه این ساعت. همین شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.